جناب آقای تغیزاده، 40 سال از انقلاب گذشت. اولا به من بگید روزای انقلاب کجا بودید شما؟ چه میکردید؟ اون هم حول و حوش بهمن ماه و اینا ایران بودید؟ بیرون بودید؟ چیکار میکردید اون موقع؟ یکی از دردناکترین روزها همون ایام انقلاب بود. من در یک منطقه آقای همایون نزدیک نیاورون در قیطریه می نشستم و تقریبا در این 2 ماه 3 ماه مانده به روز پایانی شبی نبود که ما فریادهای الله اکبر یا مرگ بر شاه و یا تظاهراتی از این دست رو توی گوش نداشته باشیم. یعنی واقعا هر شب با این صداها میخوابیدیم و جای تأسف بود اگر میشنیدیم که این تظاهرات رو فردا هم و روز بعد هم و روز بعد هم باید شاهد باشیم. به نوعی شاید رفتن از اون محله و منطقه به اجبار وقتی که قضیه مقداری شکل امنیتی و حاد پیدا کرد و دیده میشد که این انقلابی ها به خونه های مردم میرن، آتش میزنن خونه ها رو و غیره، به نوعی شاید با اینکه جای زندگیم کوچک شده بود، محل تنفسم کوچک شده بود، به منزل دیگری در خیابان فاطمی رفتم. اینجا منزل خانواده پدر و مادر همسر من بود و به هر حال برای بچه کوچکی که داشتم این یک حاشیه امنیت بود. ولی ارتباط من هر روز در شهر بود، باید میرفتم و میامدم. دیگه کاری در دربار و انجمن شهر به صورت کار صورت نمیگرفت. اغلب مشاجره بود و یا حل کردن مسائل روز. یادم میاد آخرین روزی که به انقلاب مونده بود، شاید دوشنبه بود، این رو دقیقا روزهای هفتهش رو به یادم نیست، ولی با یک افسر سابق شهربانی که به دلیلی از خدمت معاف شده بود، قرار داشتم با سپهبد مهدی رحیمی در محل فرمانداری نظامی. رحیمی همیشه دلش میخواست، عاشق این بود اصلا که رئیس شهربانی بشه، ولی در یک وضعیتی رئیس شهربانی شد که شاید هیچ کس علاقمند به گرفتن اون پست نبود. نه اینکه لیاقت این کارو نداشت، نه، مرد واقعا یک سرباز بود، مرد صادقی بود به خودش، به مملکتش و به مسئولیتاش. از این آدم من خاطره زیاد دارم. اگر ده ها برنامه بشینیم با هم دیگه درست بکنیم، من میتونم فقط در مورد مهدی رحیمی ده ها رویدادی رو که پیش آمده بازگو کنم و اینها گوشه هایی از تاریخ معاصر ماست پیش از انقلاب. در هر حال با اون مرد من وعده داشتم برای پیگیری کاری که همچنان بهش علاقمند بودم. ما روز 2 هفته در بهمن ماه، حدود 14 بهمن ماه شاید، تظاهراتی رو توی تهران به راه انداختیم که در اون حدود 250,000 نفر شرکت کرده بودن. نیت من این بود که تظاهرات بعدی رو با حضور حداقل 1,000,000 توی این شهر برپا بکنیم، چیزی شبیه این شعاری که امروز از طرفداران انقلاب‌های رنگین میشنوید، میدان میلیونی و غیره، بدون اینکه واقعا سازمان خاصی برای این تجهیز داده بشه. تظاهرات آخرین بسیار موفق بود و غیر قابل انتظار برای خیلی ها. اون روز با مهدی رحیمی قرار داشتم، با اینکه اوضاع شهر کاملا به هم ریخته بود، کاملا به هم ریخته، توی خیابون فاطمی ما روبروی هتل کانتیننتال بود و از صبح صدای شلیک گلوله بلند بود. من با این مرد قرارم روبروی این هتل بود که او آمد با یک اتومبیل سفید رنگ شبیه اون چی که امروز ما پراید بهش میدیم توی ایران فروش میره، رنو بود یا چیزی شبیه، به هر حال اتومبیل کوچک سفید رنگی بود و ما با هم رفتیم به محل فرمانداری نظامی. من در فرمانداری، در اتومبیلش موند، من تنها رفتم داخل و همه کس به یه صورت به هم ریخته روی این پله های داخلی فرمانداری نظامی بالا پایین می شدم. پیش از این که من از پله های داخل ساختمون بالا برم حرکت بکنم به سمت دفتر تیمسار رحیمی، دیدم که او داره از پله ها پایین میاد
و دو سه افسر جوان هم دورش هستن، کراواتی نبسته، واکسیلش هست ولی شکل رسمی نداره. اومد از کنار من رد شد ولی من رو ندید. یکی از این واکی تاکی ها تلفن های موبایل اون روز به گوشش بود و صدای بلندی از اون طرف تلفن می آمد و رحیمی با غیظ می پرسید که شما 20,000 گلوله داشتید، این گلوله ها رو چه کردید؟ و بعد معلوم شد که این لحظات گفتگو با دو تانکی است که نزدیک محلی که نظامی ها یعنی همافرها با ماموران گارد شاهنشاهی، سربازان گارد درگیر شده بودند و جدال به خیابان کشیده بود، از اونجا داره مخابره میشه و مردم، یکی از این مردم، منظورم همین شورشی هاست، همین کسایی است که انقلاب میکنن، همین هایی است که افرادگرای اسلامی خونده میشن، ولی در کنارشون اونطور که آمار میگه 200 تا چریک فدایی خلق و مجاهد خلق هم هستن که عملیات نظامی رو انجام میدن. در کنار اینها تعدادی هم از فلسطینی ها چند هفته ایست که بیرون آمدن و این شورش ها رو بخش نظامیش رو اداره میکنن. در هر حال در نتیجه این درگیری ها دو تانک به محل فرستاده شده بود که هر کدوم 20,000 گلوله فشنگ داشتن، ولی تمام این گلوله ها رو به هوا شلیک کرده بودن و بعد از تمام شدن گلوله ها نفربارهای زرهی مردم یا این شورشی ها به نفربرها حمله برده بودند و اونها رو با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده بودند و این مرد نگران سرنشین های این خودروهای زرهی بود ولی نمیدونست که ماجرا واقعا در انتهای راه به کجا کشیده میشه. من 5 دقیقه ایستادم و رحیمی برگشت و این بار موقعی بالا رفتن از پله منو سر پله دید و با تعجب پرسید که اینجا چه میکنی؟ گفتم ما ساعت 11 قرار داشتیم با هم دیگه و من اندکی هم دیر آمدم. یه نگاهی من کرد، گفت مگه عقلت رو از دست دادی؟ من به هر حال برای وقتم ارزش قائل بودم و اگر تعهدی داشتم باید به موقع انجام میدادم، اگر نه زودتر. و آخر کلام این بود که بدون اینکه به اتاق بگذاره برم که برگرد به خونه و وضعیتی نیست که الان در مورد هر چیزی صحبت بکنیم. این نگرانی اون روز من بود و آمدم بیرون با این افسر سابق شهربانی که همراه من بود و در این کارها با من همراهی میکرد و اتفاقا به من گفت که من یک اسلحه کمری هم دارم. به خیابون فاطمی برگشتم، خیابون آریامهری که بعد از انقلاب اسم فاطمی به خودش داده شد. فردای اون روز آقای همایون شاه، شما به خاطر ندارید، من پای تلویزیون بودم در خونه مادر همسرم و فیلمی پخش میکردن از آقای طالاقانی که با تلویزیون مصاحبه میکرد و میگفت از پیش آقا، منظورش روح‌الله خمینی، برگشته و به او گفته که از او پرسیده آیا باور میکردید که قدرت به این آسونی به دامان ما بیفته و خمینی گفته بود که نه، منم فکر نمیکرد. آقای بفرمید. روزهای دشواری بود، روزهای بسیار بسیار دشواری. نیمه شب اون شب صدای شلیک گلوله قطع نشد. من وقتی به پشت بام رفتم، در شرق و غرب شهر ما تقریبا یک جایی در میانه شهر مایل به شمال بودیم، حوالی خیابون کارگر، در جنوب و شمال شهر شعله های آتش بلند بود و وقتی فردای اون روز من به خیابون رفتم، اون وقت منظره تلخ این نمایش های خیابونی به چشمم بود. کسانی که روی جیپ های مصادره شده ارتش نشسته بودند، سلاحهایی که از پادگان ها به غارت گرفته بودند روی دست داشتن، بعضی از اونها سربند بسته بودند، بعضی از اونها گلوله هم داشتن، با آسمون شلیک میکردن و درست وضعیتی پیدا کرده بود شبیه غرب وحشی، با چرکی و فضاحتی که در رو و سوی این آدم هایی که به اصطلاح انقلاب رو نگهبان باید میشدن دیده میشد. آقای دکتر تقی‌زاده، این راهپیمایی که موسوم شد به راهپیمایی قانون اساسی، یعنی کسانی که مخالف انقلاب بودن و من خودم هم در جریانش بودم، حالا نمیدونم شما در ارتباط بودید، یه آقای بودن به نام رضا معاون که توی خیابون کاخ دفتری گرفته بودن و اونجا راجع به این موضوع صحبت میشد و اینا، ممکن راجع به این تظاهرات، چون تظاهرات عظیمی بود، از میدان بهارستان شروع شد آمد تا
طرف بازار و اینها. راجب اون برنامه یه خود توضیح بدیم برمون چی بود داستانش، چرا پیگیری نشد، چرا ادامه نیافت؟ یکی دو سال است که آقای همایون با بالا گرفتن خشم مردم نسبت به این حکومت، طرفداران اون ماجرا زیادتر شدن و به همین نسبت متولی هم پیدا کرده. ولی واقعیت اون ماجرا به غیر از ادعاهایی که این روزها شنیده میشه، ناب قضیه اینه که ما برای گرفتن تاییدیه‌ای از آقای خویی، وقتی میگم ما، من مدیر کل دفتر ملکه هستم، ضمن این که عضو شورای شهر تهران هم هستم، هوشنگ نهاماندی با یک دید لیبرالی از ریاست دفتر مخصوص کنار میره و به دولت آقای شریف امامی میپیونده و به جای او حسین نصر میاد که به اصطلاح اسلام شناسه و او میخواد یک دیدگاه اسلامی رو و یک پادشاهی به سبک و سیاق دوران صفوی رو که در اون پادشاه با روحانیون قدرت سیاسی رو شریک میشده عرضه بکنه. این فکر رو به شماری از اطرافیان دربار شاه و حتی ملکه میفروشه و بعد به عنوان رئیس دفتر جانشین آقای هوشنگ نهاوندی میشه، با این فکر که باید دربار با روحانیون آشتی بکنه، ولی این آشتی با روحانیون میانه رو خواهد بود. یک میانجیگری ابتدایی ناپخته و سازمان نایافته صورت میگیره و ما با عجله راهی بغداد میشیم برای دیداری بین شهبانو و آقای ابوالقاسم خویی که اون موقع ارشدترین مرجع تقلید بود. روز اول وارد بغداد شدیم، روز بعد صدام حسین به دیدار شهبانو آمد، ملاقات کوتاهی بود که حالا حسین نصر در مورد اون هم با تقلب هم با نگفتن واقعیت رویداد مسائل انتشار داده که اگر جایی پیدا کرد من این اصلاح رو در زمان دیگه صورت میدم، برای اینکه شاهد دقیقه به دقیقه این ماجرا بودم. به هر حال ما به روز بعد با دو تا از این هلیکوپترهایی که تازه عراق خریده بود از فرانسه، هلیکوپتر پوما، از بغداد به نجف رفتیم و بعد از زیارت حرم علی دیدار با آقای خویی صورت گرفت که یک دیدار فاجعه بار بود. فاجعه بار به این علت که سازمان پیدا نکرده بود، اصل فکر غلطی بود، زمان نامناسبی بود و خویی آمادگی این کار رو نداشت. ولی تصور قبلی این بود که اگر خویی بعد از دیدار با ملکه اعلامیه‌ای بده، بیانیه‌ای صادر بکنه که در اون از پادشاهی حمایت بشه، از قانون اساسی حمایت بشه و چیزی به این ترتیب، میشه از اون کمک گرفت برای به خیابون بردن مردمی که با افرادگرایی اسلامی مخالفن و میخوان وضعیت موجود رو به نوعی نجات بدن به هر شکلی که امکان پذیر است. به هر حال اون سفر به علت شاید رفتار نامناسب آقای خویی، انتظارات غیر عقلی که مطرح میکرد و یا ترسی که از طرفداران خمینی داشت به نتیجه نرسید. در این لحظه که من دارم صحبت میکنم هنوز خمینی به عنوان یک آخوند ناشناخته در نجف در فاصله چند صد متری خونه آقای خویی زندگی میکنه، هنوز به نفلشتو نرفته، هنوز شهرت رهبر انقلاب پیدا نکرده و حتی مأموری که در خونه آقای خویی استاده بود ازش وقتی پرسیدم تو همچین آدمی رو با این اسمی میشناسی، به کمک مترجمی که همراه بود آقای موقتیان وابسته مطبوعاتی سفارت بود در بغداد و او به عنوان مترجم هم به گفتگوی با صدام آمده بود هم به نجف. به هر حال بعد از دادن آدرس های زیاد این آقا به مترجم گفت و او به من که یک آخوندی رو میشناسه که این با مشخصات خمینی تطبیق داشت، با دو آخوند دیگه اکثر روسا میان میرن به حرم برای نماز خوندن، موقع برگشتن هم یکی از اونها از همین نونوایی نزدیک راه چند تا نون میخره و زیر بغلشون با هم میبرن که احتمالا اون آخوند آقای محمود دایی بود و آخوند دومی که او اشاره میکرد احتمالا
شاید مصطفی هنوز این ذهنیت مال زمانی است که مصطفی نمرده، این رو نمیدونم. این ذهنیت مال زمانی است که مصطفی مرده، آخوند دیگری با اینها میره، این رو واقعا من نمیدونم، برای اینکه اطلاعات اون مأمور هم اطلاعات محدودی بود. به هر حال این دیدار در نجف به نتیجه نرسید، عملا شکست خورد و ما برگشتیم. ولی انتظار در تهران وجود داشت که این سفر به نتیجه برسه. وقتی ما برگشتیم، من تلفنی داشتم از آقای مهدی رحیمی و فاصله نیروی زمینی و فرماندهی گارد شاهنشاهی با دفتر تازه ما در نیاوران خیلی زیاد نبود. وقتی رفتم به دیدن رحیمی، او خواسته بود این ملاقات انجام بگیره. او گفت که ما قصدمون این است که این تمرین هایی که توی امجدی صورت گرفته و نسبتا موفق بوده، به نوعی سازمان بهتر و منسجمتر بهش بدیم. این نقطه شروع یک حرکت دوم یا سومی بود برای جمع کردن کسانی که در ایران طالب وضع موجود بودند ولی رهبری نداشتند، پراکنده بودند، سازمان نداشتند، نمیتونستن بیستن، بنابراین شمرده نمیشدن. و اون کسایی که در خیابان بودن به جای اکثریت مطلق فقط نمایش انقلابی میدادن، نمایش ضدیت با انقلاب هرگز دیده نمیشد. از اینجا ما یک گروهی رو جمع کردیم. تدریجا چند نفر آقای رحیمی به من معرفی کرد، یک نفر خانم سمیعی من از انجمن شهر دعوت کردم که انسان بسیار میهن دوستی بود. یک وکیل دادگستری رو میشناختم که اون موقع مربی وکالت دوره کارآموزی همسر من بود و اینها 12 نفر شدن. یه استاد دانشگاه آمد و بعدن در وهله آخر یک کسی هم آمد که افسر نیروی دریایی بود، ولی معلوم شد که این آدم آدم نفوذی است و حتی مهدی رحیمی هم گول این آدم رو خورده. اسم این رو در جلسه بعد شد اگر این قضیه دوباره مطرح شد مطرح بکنم. به هر حال ما جلساتی داشتیم، چون امکانات نداشتیم، پول نداشتیم، تشکیلات نداشتیم. من میرفتم با همین ماشینی که انجمن شهر به عنوان سرویس به من داده بود، باراننده، به مراکز مختلف. مثلا میرفتم به دیدن آقای سپهبد خسروبانی، رئیس باشگاه تاج، از اون دوتا اتوبوس قرض بگیرم. یا یادم هست یک شبی نه چندان دور از روزی که آخرین تظاهرات برگزار شد، رفتم به سازمان صنایع نظامی و همین آقایی که اسمشو بردم، افسر سرتیپ نیروی دریایی، او هم اون شب با من آمد که چون دیر وقت بود و حکومت نظامی برقرار بود، من رو با پیکان خودش، پیکان آبی نیروی دریایی، به خونه‌ام رسوند بعد از جلسه. و اونجا نزدیک بود، اون روز نزدیک بود به زمانی که قصد بود خمینی رو به ایران برگردونن. و وقتی از آقای طوفانیان پرسیده شد که چرا جلوی پرواز گرفته میشه یا دولت چرا چنین تصمیمی گرفته، توضیح میداد که اگر این درست تکرار کلمات آقای ارتشبو طوفانیانه، اگر امام هواپیماشون از روی خلیج فارس عبور بکنه و موشکی از روی آبها شلیک بشه و این هواپیما رو ساقط بکنن، توی ایران حمام اون را میفته. بنابراین فرودگاه ها رو بستیم که ایشون نتونه وارد بشه. این کسی است که مأمور خرید تسلیحات نظامی ایران پیش از انقلاب، این کسی است که بعد از انقلاب هم محاکمه شده، البته میدونم 6-7 سال بعد از انقلاب همچنان زنده بوده. یک چنین تفکری در جامعه وجود داشت و این تفکر حتی به مراجع نظامی رشد داده شده بود. به هر حال علت این که ما با دیدن آقای طوفانیان رفتیم و یه جلسه رو اونجا گذاشتیم این بود که اگر بتونیم چند دستگاه اتوبوس از اونها قرض بگیریم. شرکت واحد در حالت اعتصاب بود. اگر مردم میخواستن از نقاطی مثلا به خطوط تعیین شده بیان، باید وسیله نقلیه میداشتن، نه چیز دیگری. در همین حد در هر حال این تشکیلات به این صورت با یک کار شبانه روزی شکل گرفت. و من روز تظاهرات آخر، آقای همایون به هم توصیه شد که بیانیه‌ای رو که تنظیم کردیم تو همین جلسه کوچیک خودمون مورد تایید قرار گرفت، من نوشتم این برنامه رو ببرم پیش آقای بختیار و او به عنوان رئیس دولت این رو تایید بکنه. من این بیانیه رو که کوتاه هم بود، 10 ماده توش بود، بردم و مرزبان رضا مرزبان به عنوان مسئول دفتر و کسی که به عنوان مشاور کار میکرد یا رابطه او با گروه های انقلابی و خمینی و غیر ذالک بود، اداره دفتر رو به عهده داشت، این رو دید و
بعد گفت ما میخوایم نظرمون این است که اینا گوشه‌هایی از تاریخه، گوشه‌هایی از تاریخ که به هر حال کسایی که متفاوت با اون فکر میکنن یا به یاد میارن یا غیره باید این رو به قول فرنگی‌ها چالش بکنن، چالش بکنن، باید بیان اون چیزی که نسخه مورد ادعاشونه مطرح بکنن تا از درون این واقعا حقیقت در بیاد. 40 سال بعد معلوم نیست که چه کسانی از چه منابعی این گزارش ها رو استخراج میکنن تا بتونن تاریخ رو درست بنویسن. به هر حال اون چیزی که با ایشون من به عنوان موضوع بحث داشتم در نتیجه نظری بود که اون مطرح کرد که آقای نخست وزیر اعتقادشون این است که آینده سیاسی ایران رو و یعنی شکل و ساختار سیاسی رو به رأی مردم بگذاریم. اینجا زمانی است که بختیار میل داره با خمینی ملاقات کنه، میل داره حتی به عنوان نخست وزیر خمینی معرفی بشه، میل داره که اگر امکان بود حکومت به سمت جمهوری بره. همه اینا تفکراتی است که عملگرایانه بختیار بهش میپردازه، البته بخشی از تمایلات ذهنی خودش از دوران جبهه ملی و دورانی که هنوز یاران خودش از پشت بهش خنجر نزده بودن براش باقی بود. من گفتم آقای مرزبان، البته اون زمان من اسم مرزبان رو با اسم جواد خادم که او هم در دولت آقای بختیار عضویت داشت اشتباه گرفته بودم. در هر حال به او گفتم که همه آقای مرزبان همون پیغام امروز بود، آقای مدیر مسئول پیغام امروز رضا مرزبان. رضای مرزبان سابقه مطبوعاتی داشت ولی الان مشاور آقای بختیار بود. بله بختیار. همه این تلاش که ما میکنیم برای حفظ وضع موجوده، برای پاسداری از قانون اساسی مشروطه است، برای نگه داشتن حکومت پادشاهیه، نه برای اینکه این مملکت رو به اون جنجالی که افتاده بیشتر سوق بدیم و حلش بدیم. در هر حال او رفت گفت بذارم با آقای بختیار صحبت کنم، نظر ایشون رو بپرسم. بعد وقتی که برگشت بعد از نمیدونم 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه گفت آقای بختیار میگن که این نظر دولت نیست، دولت هم در این تظاهراتی که شما میخواید بکنید کوچکترین نقشی و مداخله ای نداره، اگر میخواید هر کاری بکنید با خود شماست. و آقای بختیار تصور نمیکنن که حتی 20,000 نفر هم در میدان جمع بشن. این ارزیابی آقای بختیار بود با آقای مرزبان که اون روز مطرح کرد که شاید از نظر او غیر واقعی هم نبود. ما صحبت چند روز تا سقوط حکومت رو میکنیم، صحبت این رو میکنیم که پیش از این به اصطلاح انقلابی ها 1,000,000 آدم مادن در خیابون ها به بهانه اربعین آمدیم به میدانی که حریف تمام سنگرهای اون رو گرفته و آسون نیست که عده‌ای خطر بکنن. در چند روز مونده به واژگون این حکومت علمی رو مخالف با اون جریان دست بگیرن. برها میخواه هر کاری میخواید بکنید بکنید. خواهش من این بود که اون شب این خبر رو در رادیو بگذارن که ما فردا در میدان بهارستان تظاهرات داریم، مردمی که علاقمند به این فکر هستند و پاسداری از قانون اساسی از این مسیرها میتونن به میدان بهارستان بیان. ولی این خبر اون شب پخش نشد، فردای اون روز هم پخش نشد، تا قبل از ساعت 7 صبح رادیو از پخش این خبر خودداری کرد. ما ساعت 11 صبح در میدان بهارستان یک سکوی رو کمک کردن، مثل این سکوهایی که روزهای سینه زنی برپا میکنن، به ارتفاع شاید 1.5 متر توی میدان بهارستان با چوب با عجله ساختن، چند تا تعدادش روش فرش انداختن و مقداری هم ما بلندگو این چیزها قرض گرفتیم. تلویزیون ملی نیامده بود ولی تعداد زیادی خبرنگار تلویزیون و گزارشگر خارجی اطراف این پلتفرمی که درست شده بود بودن که اینها آمده بودن برای گزارش انقلاب و هیچ کس اصلا انتظار نداشت که در اون اوضاع یک چنین جریان مخالفی قد علم بکنه. در هر حال یک آقای روحانی جوانی بود که من نمیدونم از کجا پیداش کرده بود ولی به هر حال آمده بود، عمامه داشت و این عمامه میخواست نمادی باشه بین آشتی فکل و کروات و عمامه ایم و ما بگیم ما میتونیم با مسالمت کنار هم باشیم و این وضعیت رو حفظ بکنیم و این جریان رو فقط به یک گروه ندیم. تعداد زیادی عکسای
مصدق در میدان بود، مقداری عکس‌های شاه بود. خواهش من این بود که این عکس‌ها رو جمع بکنن. این رو روزنامه کیهان وقتی که این روزها رادیو فردا گزارش‌های انقلاب رو می‌نویسه، روزنامه‌های اون روز هم عکسش رو می‌گذاره. اگر به این روزنامه‌ها در همین سایت رادیو فردا رجوع بکنید، صفحه اول کیهان روز پنجشنبه 14 بهمن ماه گزارش این تظاهرات رو داره. روزنامه آیندگان گزارش مفصلی نوشت، روزنامه اطلاعات نوشت، که البته این گزارش‌ها از 150 هزار نفر تا 250 هزار نفر جمعیت رو ارزیابی می‌کرد. من واقعا نمی‌دونم چقدر این جمعیت شمارش بود، همه میخوان جمعیت طرفدار خودشون رو زیاد جلوه بدن، ولی وقتی من بالای این سکو ایستاده بودم واقعا یک سر جمعیت تا میدان مخبر دوله بود. من به سمت خیابان ری فقط آدم و جمعیت میدیدم و به سمت جایی که قبلا سازمان جوانان حزب ایران نوری بود همینطور، و نه جمعیتی که در صفحه 4 نفری و 5 نفری حرکت بکنه، دیوار به دیوار خیابان از هر سه سمت مملو بود. بله درسته. و وقتی که این ماجرا تمام شد ما به سمت میدان مخبر دوله رفتیم. از بالای زیر پل که میگذشتیم تعدادی از آدم ها که بعد گفتن اینها مجاهدین بودن هم تیر هوایی شلیک کردن هم سنگ پرتاب کردن، و ما به سمت میدان سپه رفتیم. به یادم هست آقای همایون، از میدان سپه تا خیابان پهلوی تعداد زیادی مغازه بود که اینها ارتش خیاط دربار شاهنشاهی یا ارتش شاهنشاهی اسمشون بود، تمام این تابلوها رو روی کلمه شاهنشاهیش رو کاغذ گرفته بودن، و این مردم، اینهایی که حالا طرفدار قانون اساسی هستن، با مقداری شاید از حدود خارج شدن، شیشه های این مغازه ها رو با سنگ شکستن، که البته تا اونجایی که از من ساخته بود توصیه میکردم که جلوی این کار رو بگیرن. یک شبه قضیه عوض شده بود، من تبدیل شده بودم به یک سازمان دهنده، دو سه نفر تبدیل شده بودم به محافظین، و این حرکت، این قافله یک نظم خاص خودش رو پیدا کرده بود. اینجاست که واقعا مردم توی خیابون گاهی میتونن مسئولین خودشون رو به نوعی پیدا بکنن، یا مسئولین گاهی توی پیاده‌روها پیدا بشن. در هر حال ما به میدان سپه رفتیم. نمیدونم شما اون موقع به میدان سپه رفته بودید یا خیر، ساختمان بلندی داشت وزارت پست و تلگراف یا پست و تلفن، ساختمان خیلی بلندی داشت. تمام شیشه های این ساختمان رو با عکس های خمینی کارمندهای سازمان پوشونده بودند، اونهایی که انقلابی های وقت بودند. مردم میخواستن داخل ساختمان بشن و شیشه ها رو بشکنن. من خواستم که جلو این کار رو بگیرن، جلو این کار رو گرفتن. به اونها نیم ساعت اینطورا وقت دادیم که این عکس ها رو بیارن پایین، و این عکس ها رو اون روز از پنجره ها کندن، و این جمعیت هم داخل ساختمان وزارت پست و تلگراف نشد. ما به سمت نخست وزیری حرکت کردیم. این جمعیت همینطور حرکت میکنه، واقعا پشت جمعیت قابل دیدن نیست. شما تصور بکنید که چند روز به پایان ماجرا مونده، همه باور میکنن که شاه نخواستنی است، پادشاهی دوران گذشته است، متعلق به تاریخ و تمام شده. مسلح معترضین و انقلابی ها در شهر حضور دارن، یک جمعیتی با این شمار برخواسته و میخواد بگه که من خواسته هام با اون که با اونهایی که انقلاب تبلیغ میکنن متفاوته. ما آمدیم به سمت نخست وزیری، هلیکوپتری بالا پرواز میکرد که بعد فهمیدم هلیکوپتر آقای بختیار. وارد ساختمان نخست وزیری شدیم. این حرکت حدود نیم ساعت سر رو شاید طول کشید. من وقتی به خونه رسیدم بعد از ظهر ساعت 5 بعد از ظهر بود. این تظاهرات رو ساعت 11 ما قطعنامه‌شو خوندیم. این نشون میده که این پیاده‌روی توی خیابون چقدر زیاد بود. وقتی که برگشتم یکی از کسایی که شما میشناسید به خونه من تلفن کرد، حسن رهنوردی بود و خسته نباشید میگفت. کسی دیگه ای که تلفن کرد دکتر هوشنگ نهاوندی بود، او هم میگفت آقا من پاهام ورم کرده، تا به حال توی عمرم اینقدر پیاده نرفته بودم. هر کسی، ولی وقتی فیلم ها رو نگاه میکنین، البته اینها کسانی بودن که مسئولیت داشتن، ولی وقتی فیلم های کوتاه اون تظاهرات رو نگاه میکنید میبینید که اکثریت مطلق از کسانی است که آدم‌های عادی جامعه هستند، و بیشتر اونها آدم‌های جوان، البته مردها به زنها اکثریت داشتن شمارشون، ولی از همه طبقات بودن. ولی تعداد زن هم زیاد بود آقای تقی‌زاده، تعداد زن هم زیاد بود، هم دختر خانم جوان، مردها درونشون بیشتر بود. بله مردها بیشتر بودن. در حال آقای بختیار حالا دوزاریش افتاد، به صرافت افتاد که این کار خوبی بوده،
روی بالکنی رفت، برای این مردم دست تکون داد و بعد آمد با من هم دست تکون داد و پرسید که تظاهرات بعدی کی خواهد بود. و این سوالی است که دکتر نهاوندی هم غروب اون روز از من میپرسید و من سودام این بود که در فاصله دو هفته بتونیم تظاهراتی داشته باشیم با شماره 1 میلیون یا بیشتر در دو شاخه مختلف، یک سمت به نخست وزیری بره و یک سمت به سمت ساختمان رادیو و تلویزیون و بین راه از مرکز نظامی نیاورون هم عبور بشه. فکر میکردم این کارها رو میشه سازمان داد، فکر میکردم که مردم حالا با اسم حفظ وضع موجود میتونن این مراکز اصلی رو در اختیار بگیرن، یک حکومت موقت درست بکنن و بعد ماجرا رو به سمتی ببرن که با قضیه پادگان افسریه به اون سمت نرفت و در فاصله کوتاهی خمینی برگشته و برخورد با نظامیان نقطه آغاز آتشی شده که بعداً همه مملکت رو سوخت. اون کسانی هم که طرفدار اون وضع بودن، طرفدار قانون اساسی بودن، یقیناً استعداد بالقوه اینو داشتن که در تهران و بعد از تهران در تمام شهرهای بزرگ ایران این تظاهرات صورت بگیره، بیش از 1 میلیون و 1.5 میلیون به خیابون‌ها بیان. اونها پراکنده موندن و هرگز شماره اونها به رقمی که واقعیت داشت نزدیک نشد. بعد ما اون رفراندوم معروف رو دیدیم که آقای خمینی گفت بیش از 90% از مردم به جمهوری اسلامی رای داد. بله، عجب شوری برانگیخت این مطالب در هموطنانمون، به خصوص در ایران. یک جانباز عزیزی هم در این بین اظهار لطف کرده است به شما. آقای تقی‌زاده، از آقای حسن نصر گفتید و اشارتون به عدم حضور کسانی که بر سفره پهلوی نشسته بودند در یک همچین روزهای سختی. چقدر ما در مجموعه مردان شاه خیانتکار داشتیم؟ درصدشون چطور بود؟ چه نسبتی داشت به کسانی که مانند شما ایستادند و تا اون آخرین روزها از این سنگر دفاع کردند؟ نمیدونم آقای همایون، بین شهامت و حماقت چقدر میشه فاصله گذاشت؟ ما اون ضرب المثل شاید کهنه فارسی رو هممون به یاد داریم که کسی بالای سکوی پرش بود و بعد پرید و بعد چون از ارتفاع بسیار بلندی پرید، از او خواستن که جایزه بهش دادن و خواستن رمز موفقیتش رو بگه و این رو با مردم شریک بشه. با او گفت اول اون پدر سوخته‌ای که من رو هلاد از بالا احتاب معرفی بکنید تا من توضیح شهامت هم بدم. واقعا نمیدونم در اون سنین جوانی هر کسی دیگه به جای من بود و این فرصت براش فراهم میشد چنین کاری میکرد یا نمیکرد. واقعا از این لحاظ به خودم کمترین بهایی نمیدونم. چه کسی نفسی نفهمید لطفاً این اون اتفاق رو، یعنی اون حرکت دوری جوانی شما رو اگر وصلش کنید به همین اظهار نظری که راجع به بی بی سی کردید، اون وقت میبینید کسی شما رو هول نداده از بلندی. میخواستم بگم نه، این هول دادن واقعا فردی نبود، این ممکن است که تقی‌زاده درون من بود. ما هر کدوم از ما یک شیطان و یک خدا در درون خودمون داریم. اینها شیطان ها و خدایگان کوچکن. بعضیا رشد میکنن، خداشون رشد میکنه، فریخته‌تر میشن، انسان‌تر میشن، بخشنده‌تر میشن، بزرگوارتر میشن. بعضی‌ها خوی دد و دیو به خودشون میگیرن. واقعا اگر فروید میگه که در درون ما همه آدم‌ها یک مرد و یک زن هست و یک قوه ممکن است رشد بیشتر بکنه و این جنسیت او رو ترکیب کنه، علی‌رغم ظاهر ما در درون هر آدم به اعتقاد من آقای همایون واقعا یک خدا و یک شیطان وجود داره. من این قضیه رو که گفتم میخواستم به این نتیجه برسم که عده‌ای ناخواسته ممکن است خیانت میکردن، عده‌ای هم فکر میکردن که این خیانت تنها راه ممکنه، راه دیگری وجود نداره. شما نمیتونید تصور بکنید که یه آدمی مثل قره‌باغی که از طبقات پایین جامعه بالا آمده، به همه چیز رسیده، به همه چیز رسیده، ولی در آخرین لحظه به مملکت خودش در عمل خیانت میکنه. این خیانت قضاوت من نیست، قضاوت پادشاه مملکت، پادشاه سابق در بستر مرگ که تصور میکنه به او خیانت شده. این نسبت رو نمیده ولی این تصور رو او داره. واقعا قره‌باغی یک سال قبل هم همین آدم بود؟ به اعتقاد من اون نبود، چنین آدمی نبود. یا یک کسی مثل
فرمانده نیروی هوایی که من خلوص نیت او رو به چشم دیدم وقتی که در یکی از این دیدارهایی که شهبانو میکرد به جنوب شهر، ما در یک اتوبوس سفید رنگی رفته بودیم به فرماندهی نیروی هوایی، با هلیکوپتر رفتیم به از کاخ نیاوران به فرماندهی نیروی هوایی. اونجا آقای اسم فرماندهی رو که اعدام شد بدرعی؟ کی؟ بدرعی؟ نه بدرعی فرمانده نیروی زمینی بود، نیروی هوایی ربیعی؟ ربیعی، ربیعی با لباس پرواز اونجا بود. من خلوص نیت این رو، رفتار گرم این رو با ملکه شاهد بودم. پیش از اینکه از هلیکوپتر پایین شده بودیم سوار مینیبوس بشیم و شهبانو بره تو روزهای بحرانی به جنوب شهر برای بازدید ما مردم بدون مانع و حاجب و دستگاه، ربیعی رو از نزدیک دیده بودم. همین ربیعی به گفته آقای هایزر که 6 ساعت 8 ساعت با اون ملاقات داشته، اصرار میکنه به کودتای ارتش که ارتش باید قدرت به دست بگیره. همین ربیعی وقتی که زندان میشه در بازجویی‌هاش با دل سوختگی میگه که شاه رو مثل موش گرفتن و از مملکت بیرون انداختن. خب این قضاوت‌های یک مردیه که در طول چند هفته چند ماه ذهنیت او رو متحول کردن یا ذهنیت او متحول شده. بنابراین بودن کسانی که یا جواد شهرستانی، جواد شهرستانی که با اون پیشینه استعفاش رو برد خمینی داد از شهرداری. جواد شهرستانی رو من یادم هست، این واقعا دلسوزی داره. من با دو شهردار کار کردم، هم با نیکفه هم با جواد شهرستانی. درست به خاطرم هست، شهرستانی وقتی که شهردار شد ملکه بهش یک دستگاه اتومبیل بنز داد، یک بنز شکلاتی خیلی خوش رنگ داشت که اون روزها توی تهران مد بود. و یادم نمیره دو سه روز بعد از اینکه این بنز رو دریافت کرده بود، ساختمان پارکینگ انجمن شهر چسبیده به ساختمان شهرداری بود در خیابان قسمت بالای خیابان ثریا، و دیدم وقتی اتومبیل شهرستانی از پارکینگ درآمد، یک عمامه بزرگ سفید پشت ماشین نشسته بود و این حتی نه جلوی ماشین، عقب ماشین، و آقای شهرستانی اونجا عمامه کشی میکرد و وساطت میکرد بین آخوندها، شاید به این اعتبار که جایگاه خودش رو بعد از انقلاب بتونه نگه داره یا هر نیت دیگری. این یک آدمه، یک آدم هم آقای غلامرضای نیکپه که من واقعا با نیکپه رابطه دوستانه نداشتم. اختلافات یکی از منتقدین من به بینندگان بگم، بلکه من در تمام اون جلسات انجمن شهر آقای تقی‌زاده میدونه من بودم به عنوان خبرنگار، منتقدین به اصطلاح یکی یعنی آقای تقی‌زاده جزو کسایی بود که جنبه انتقادی داشت به نیکپی، و به همین دلیل. ولی میخوام نظر آقای تقی‌زاده راجع به غلامرضا نیکپی بپرسم. و نیکپی با همه اختلافاتی که من دارم، اینو دارم میگم برای این نیست که از نیکپی تحبیبی بکنم، آدمی بود که به خودش باور داشت، به آینده نوسازی شده ایران باور داشت و به تهران هم خدمت کرد آقای تقی‌زاده، و یکی از بهترین شهردارهایی بود که در طول شاید 30 سال قبل از انقلاب تهران به خودش دیده بود. درسته. و شهرستانی با اینکه در مشهد کارش بد نبود، در تهران یکی از بدترین شهردارهایی بود که تهران به خودش دیده بود. و آقای نیکپه جون خودش رو روی این خط گذاشت، اعدام شد، ولی آقای شهرستانی جان سالم به در بود. حالا نتیجه گیری این است که عده‌ای اینطوری بودن، و آقای حسین نصر که بعداً به عنوان میهمان جمهوری اسلامی به تهران میره، الان هوشنگ نهاوندی حتی در مجامع عمومی هم نمیتونه شاید ظاهر بشه به صورت عادی، ولی آقای حسین نصر نه تنها به تهران میره، به عنوان میهمان حکومت میره، در کنفرانس های اونا شرکت میکنه و از یک حاشیه امنیت و احترام خاص برخورداره. مطالب و نوشته های اون رو هم در رسانه های داخلی منتشر میکنن. خب این قضاوت باید واقعا مردم بکنن که پس ذهن و فکر این آدم ها، آدم هایی از قبیله حسین نصر چی میتونه بگذره. کسانی که در یک برهه خاص وارد بازی میشن، جاه طلبی های خاص خودشونو دارن و بعد خطوطی ترسیم میکنن برای حکومت که آخرش به اینجا میرسه. اون نامه ای که پیامی که شاه خون به عنوان اینکه من صدای انقلاب شما رو شنیدم، محصول فکری
شبیه فکر آقای حسین نصر. بله آقای طرزی، من فکر میکنم یک مسئولیت بزرگی شما به عهده دارید و اون این هستش که نگذارید این اسم ها مثل همین غلام رضا نیکپی بودن، کسان دیگری هم بودن، حالا چه از جنبه خدمتشون، چون اونایی که توی اون بخش نه چندان خدمت بودن، اینها راجبشون صحبت کنید و مردم بدونن، برای اینکه 40 ساله که جمهوری اسلامی داره تاریخ نویسی میکنه و سعی میکنه این چهره ها، مردمی که الان سوار این مترو میشن باید بدونن این محصول انجمن شهری است که آقای تقی‌زاده نایب رئیسش بود، شهردارش آقای نیکپی بود، رئیسش تیمسار نادرخانی بود و همین آدما بودن. یا اگر اون پروژه عباس آباد به نتیجه میرسید، شاید الان تهران یکی از زیباترین مناطق دنیا رو داشت. کسی چقدر زحمت کشیده شد و متاسفانه حالا تبدیل شده به محل نماز جمعه. فکر میکنم که آقای تقی‌زاده، میخوام خیلی خیلی متاسفم که وقتمون داره به پایان میرسه، میخوام ازتون خواهش کنم که در هفته آینده در مورد شهبانو فرح برای ما صحبت بکنه، به ویژه اون که در طی این 40 سال خیلی سعی شده که از ایشون یه چهره ای ساخته بشه که در انقلاب سهیم بوده، یعنی در سقوط نظام شاهنشاهی سهیم و شریک بوده و خیلی هم رو این موزیانه رو این مطلب کار شده، و شما که از اونجا که از نزدیک با ایشون کار میکردید شاید بهترین آدمی باشید که بتونید در این باره برای ما صحبت بکنید، اگه موافق باشید. و من بهترین آدم نیستم آقای همایون، برای اینکه شاید گاهی عواطف خاص خودم رو دارم، این جنبه شخصی یا غیره، و از نظر کاری هم کسانی هستند که به مراتب نزدیکتر بودن و دوستان ایشون هستند، دوستانی که دوران دانشجویی رو با هم سر می‌کردن، یا البته آدم‌های بدذاتی مثل آقای مسعود انصاری هم هستند که همخون این بانو هستند ولی ساز چپکوک میزنن و سودای دیگری دارن، ولی واقعا همین حالا هم بیش از 10 نفر 12 نفر پیدا میشن درون جمع دوستان و کسانی که مثل دکتر ناوندی با او از نزدیک طولانی تر از من کار کردن. من اندکی بعد از رفتن دکتر ناوندی به دفتر مخصوص همکاری با او رو قبول کردم و تا آخرین روزی که او بود بودم، و وقتی که او رفت آقای حسین نصر آمد. با حسین نصر هم تا زمانی که شوهر منشی من او رو و خانومش و بچهش رو همین آقای فرید نصر رو به فرودگاه بردن که منم همراهشون بودم، با او هم بودم. با این حال کسانی هستن که شهبانو رو از نزدیک بیشتر از من، بهتر از من میشناسن و قضاوتشون از من قضاوت به واقع نزدیکتره، ولی تا اونجایی که بضاعت من و تجربه کاری من با ایشون میتونه اجازه بده با کمال می سپاسگزارم. آقای دکتر محمد رضا تقی‌زاده، مرد همه نسل ها، مردی که همیشه صف اول بوده، از دوره جوانی نوجوانی همیشه اون جلو بوده و همیشه هم جلو مونده. آقای تقی‌زاده در 2-3 دقیقه به ما بگید که چقدر اهمیت داره در این 2 سال باقی مونده آقای ترامپ یک مردم ایران از این دریچه استفاده کنن، یک تکانی به خودشون بدن، یا اپوزیسیون فرق میکنه؟ نمیدونم گفتن من یا تاکید شما تأثیری در تغییر وضع میده یا مردم رو به حرکتی وامی داره یا نه. تحولات اجتماعی روند خاص خودشو داره. من باور ندارم که ما از مثلا انقلاب کبیر فرانسه درس زیادی میتونیم بگیریم، ما از انقلاب روسیه میتونیم درس زیادی بگیریم. نه، انقلاب ما یک تحولی بوده، اگر اسمش رو انقلاب بگذاریم که به نظر من انقلاب بوده، هیچ شکی در این نیست که انقلابی صورت گرفته. حالا کسانی از مرحله شورش نمیخوان اون جلوتر ببرن، با خودشون یک انقلابی صورت گرفته و تمام معانی کلاسیک به قول فرنگی ها انقلاب رو این تحول داشته، همه اون مشخصات رو داره. این رو باید با خصوصیات خودمون مردم ایران و با تحولاتی که اون زمان صورت گرفت بسنجید. حق با شماست، یک دریچه باز شده، این دریچه زمان نامحدود نداره، ولی من و شما نمیدونم چقدر میتونیم مردم رو به اهمیت این دوران واقف بکنیم.
صدای من و شما بلند میشه، به گوش اونها احتمالاً میرسه، خیلی ها ممکن این حرف رو بشنون، ولی مهم این است که این صداها به هم پیوند بخوره. مهم این است که اینها یک جرقه رو به آتش تبدیل بکنن. مهم این است که این منهایی که هستن ما بشن. و این شاید تا حدودی انجامش از عهده من و شما خارجه. در یک لحظه خاص وقتی یک فراخوان داده شد، 250,000 نفر در شرایطی به میدان رفتن که جونشون میتونست در خطر قرار بگیره. امروز رفتن به خیابان واقعا هزینه زیادی نداره. مردم داخل کشورم این رو میدونن. جوانها بهتر از اونا میدونن. ممکنه خون از دماغ چند تا بیاد، ممکنه چند نفری جونشون از دست بدن. همین خیابون رفتن ها ممکن است که به قیمت پایان این حکومت بیانجامه. این پنجره، پنجره با ارزشی است. ممکنه تکرار نشه. امیدوار باشیم که روند تحولات اجتماعی ما این پنجره رو به یک دریچه بسیار بزرگ باز کنه، سیلابی از اون جریان پیدا بکنه که بتونه مسیر تاریخ ایران عوض بکنه. ترامپ الان در کنار مردم ایران ایستاده. امیدوارم که این فرصت، فرصت مغتنمی باشه، نه برای اینکه کشور خارجی در مملکت ما حکومت باب میل خودش رو به عنوان حکومت فرمانبردار پیدا بکنه، نه، از این فرصت تاریخی استفاده بشه، فرصتی که 8 سال قبل از آمدن ترامپ برای مردم ما فراهم نبود ولی الان هست. سپاسگزارم. ای کاش فرصت بود. من این پیام ها رو میخوندم. درود بر آقای تقی‌زاده و شرف ایشون. درود به شرف دکتر تقی‌زاده عزیز. من که محو حرفای شما شدم آقای شرمومی. من یک بار جستارم 14 سالگی جانم رو فدای ایران کردم. آقای تقی‌زاده بگو چه کنیم. جناب تقی‌زاده نازنین، به افراد نزدیک شما احتیاج داریم. حیف، حیف این 40 سال که از امثال ایشون نشد استفاده بشود. ممنونم دکتر محمد رضا تقی‌زاده عزیز. این هشتگ رو درست کنید بچهای فضای مجازی، دکتر تقی‌زاده بی بی سی را نبینید. یه همچین هشتگی درست کنید تو فضای مجازی، خیلی خوبه. خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار بینندگان ما گذاشتید. تا هفته آینده به شما بدرود میگم. وقت شما خوش. سپاسگزارم.